Timo Shabo Said Avrorov, Shodmon Rizoyev, Komonshoy Sopirun va Abubakri Akobir ast ki vazni 66 81 90 va 100 kilogram. Honarnamoy Khankard va mebinim ki bar muqobil harifonashon chiguna hunar va mahorati khodro nishon median. Шабоз Саид Аброров бо либосои кабут аст, дӯстони азиз. Намояндаи Сенегал бошад. Либосои сафед ба бар кардааст. Инҷо ҳарду ҳам хеле бо суръат барои иҷрои усул ҳаракат мекунанд. Хеле оғози рақобати ҳарду паҳлавон хуб аст ва шиддатноки ҳам бисёр аст. Инҷо Шаҳбоз барои ҳаракатҳои кор дар замин ҳаракат кард, вале натавонист. Огоҳи аввалро ба паҳлавони мо доданд инҷо, дӯстони азиз, ва ҳамоно паҳлавони сенегалӣ инҷо худро фаъолтар нишон медиҳад. Ахобатро боз медорад инҷо довари рӯи гилем ва ишора мекунад ки бояд паҳлавони сенегалӣ ҷудогии худро ба тартиб дарорад, баъдан рақобатро оғоз мекунанд. Инҷо як ҳаракати паҳлавони мо буд ва ин мавқеиятро бояд бар ҳариф вогузор накунад Шаҳбоз, вагарна душвор аст ҳаракати паҳлавони мо инҷо. Баъд аз амри довар буд, вагарна хеле мавқеияти хуб буд, ҳам вазари буд, ҳам ҳолати асайкомеро метавонист истифода барад. Рости чун инҷо як лаҳза ба ҳамон протоколҳо таваҷҷӯҳ мекунем. Исми ҳамин паҳлавони сенегалиро мо пайдо накардем. Хуб, ҳаракати Шаҳбоз инҷо хеле хуб ба назар мерасад ва метавонад ки лад додани дастро хуб истифода барад ва то куҷо муваффақ мешавад. На, инҷо Шаҳбоз натавонист ки ҳарифро шикаст бидиҳад. имтиёзе аз ҷониби ҳар ду ин паҳлавон ба каф наёмадааст, танҳо ҳаракат аст. Ҳар ду кӯшиш мекунанд ки мавқеият пайдо кунанд, вале ана ин ҳолат барои паҳлавони мо хеле хатарнок буд. Ав дарҳол худро канор гирифт, вагарна имтиёзи вазари наздик буд ба паҳлавони кишвари Сенегал аввал. Ин партофти паҳлавони мо хеле хуб буд ва
ایپون اصحاب میکنون دوستان عزیز. شعباز سعید ابراروف توانست اما کنون یک پیروزی بر تیم خود بیارد و یک باوری را بیشتر کند برای برآمدن به دوری دیگر. خوب شادمان رضایف هم اکنون روی گله میآید با پهلوانانی وزن 90 کیلوگرم را باز دعوت میکنند. امروشای استوپیریان با لباسهای کبود و حریفش باشد از سنگال دیاو عبدالرحمن با لباسهای سفید است که رقابت را شروع کردند. دیاو عبدالرحمن مقام پنجم را در این مسابقه از جهت انفرادی اشغال کرد و مکنون در هیئت دستوی بر مقابل پهلوان ما نیروسنجی کرده ایستاده است که علاقه اینجا یک آگاهی به کامرانشاه به خاطر نادرست داشتن از آستین رقیب. کامرانشاه استوپیریان در وزن 90 کیلوگرم در همین مسابقه توانست نشانی نقره را صاحب شود. باز آگاهی اینجا با پهلوان سنگال دیاو عبدالرحمن داده شد و از میخائیل زگان که ترکیه شکست خورد پهلوان ما و نشانی نقره را صاحب شد. اینجا حرکتی کامرانشاه ولی در حال دیاو برای حرکت که کامرانشاه مانع شد. نسبت به دیاو عبدالرحمن کامرانشاه البته تجربهش بیشتر است، نتیجه هایش هم بهتر است، ولی اینجا گبسریان می رود که همین رقابت رو باید کدام از این پهلوان ها با مهارت بلند خود غلبه کنند. این اگر کامرانشاه تواند که این حریف رو شکست بدهد، پس برای منتخب ما شانس خیلی خوب می شود. این مرحله چهار یک نهایی است و اگر پهلوانان ما در اینجا موفق شوند می توانند که با مرحله نیمه نهایی برایند. خب اینجا شاید داور به هر دو آگاهی دید، اما اینجا به خاطر برآمدن از روی گلیم با دیاو عبدالرحمن آگاهی داده شد. پهلوان 28 ساله سنگالی که سه مرتبه نشان طلای مسابقه کشاد افریقا را صاحب شده است، دو مرتبه سال 2020 و یک مرتبه سال 2021، همزمان نشانی برینجی قهرمانی جهان را در سال 2019 در کشور افریقا دارد. اما کامرانشاه باشد قهرمان آسیا دو مرتبه، شرکتی بازی های المپی از فصل گراند سلام ها و گراند پری ها نتیجه های خانه کننده دارد. اینجا حریف را مجبور میکند که خب اینجا داوری روی گلیم توجه میکند که باید نواره های تکراری و به همون ها دیده بود بیاندازد تا قرار نهایی را برارد. خب همین خیر
دیاب عبدالرحمن خارج کرده می شود از رقابت و کامران شاه باشد غلبه دسته خود را تامین می کند و ابوبکر اکبر نه اینجا باز مطابق به همان ترتیبی که در هیئت دستوی هست علاکای دو وزنی ما که پیروز آمد اینجا غلبه بر تیم کشوری ما داده شد و تاجیکستان باشد در هیئت دستوی با مرحله نیمه نهایی رفت. با غلبه کامران شاه و شهباز سید ابرارف و چون خرسنده پهلوانان ما را دیدیم در اینجا یک لحظه واقعا هم اینجا جای افتخار است